فرامرز فروزنده هستم و امروز یک شنبه 22 ماه اکتبر 2017 میلادی در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با سومین برنامه مرغ سحر در دوره جدید فعالیت‌های خودم در تلویزیون اندیشه با شما بینندگان عزیز هستم. برنامه‌ای که تهیه کننده، برنامه ساز و ارائه کننده یا مجری اون بنا به گزینش جناب آقای نادر دورمانی خودم هستم و بنابراین اونچه که عنوان میشه در این برنامه الزاماً منعکس کننده نظرات و خط مشی‌های تلویزیون اندیشه مطلقاً نیست، بلکه منعکس کننده نظراتی است که به عنوان تهیه کننده برنامه اون رو با شما عزیزان مطرح میکنم. بنابراین خواهش میکنم به این نکته توجه داشته باشید و توجه بفرمایید که تهیه کننده برنامه مسئول حرفهایی است که در برنامهش گفته میشود و نه تلویزیون اندیشه. به هر حال خوشحالم از اینکه این برنامه رو در خدمتتون هستم. امروز یکی از شخصیت‌های مطرح و فکور اپوزیسیون ایران مهمان برنامه من هست. شما با چهره اون و گفته‌های اون و طرز تلقی اون کاملا آشنا هستید، اونهایی که طرفدار برنامه‌های سیاسی هستند، و اون شخصیتی نیست جز دکتر اسماعیل نوری‌علا که دقایقی بعد در خدمتش خواهم بود. و شاید ویژگی این گفتگو نوع سوالات و نحوه گفتگویی باشد که قدری گفتگو رو با سایر گفتگوهایی که با دکتر نوری‌علا شده متفاوت بکنه. اما قبل از اینکه سراغ دکتر نوری‌علا بریم، دلیل انتخاب مهمان عزیزم برای برنامه امروز رو باید در مقدمه برنامه عرض بکنم. شرایط امروز کشور ما برای همه شما واضح و روشن هست که شرایط فوق‌العاده حساسی است، شرایط فوق‌العاده بغرنجی است و ما در کاخ سفید یک رئیس جمهور تازه رو داریم. برای اولین بار در تمام طول سالهای گذشته ما رئیس جمهوری داریم که به صراحت آمده است و نقض حقوق بشر رو در ایران مطرح کرده، حمایت از مردم ایران رو مطرح کرده، علارغم اختلاف سیاسی و تفاوت نظر سیاسی که من به عنوان یک شهروند ایرانی آمریکایی با این رئیس جمهور دارم، اما نمیتوانم منکر این حرف بشم و این نظر بشم که ایشون در این مورد صراحت فوق‌العاده‌ای رو ابراز کرده است. کاری هم به سیاست‌های داخلی ایشون که به عنوان یک بخش آمریکایی شخصیتم باید با اون کار داشته باشم در این مرحله ندارم، برای اینکه کمکی به بحث ما اصولاً نمی‌کنه. اما امروز در واقع حضور دکتر نوری‌علا این پرسش اساسی رو برای من مطرح میکنه، چرا که سازمانی که او پایش رو گذاشته یعنی حزب سکولار دموکرات های ایران پنجمین کنگره خودش رو که البته این اسم رو قبلا نداشته، حالا در خلال بحث خود آقای دکتر نوری‌علا روشن خواهند کرد، در واقع این حزب کجا ایستاده در این شرایط. بعد از اینکه درباره کنگرهشون قدری صحبت کردیم، سوال اساسی من از دکتر نوری‌علا این است که این کنگره شما با توجه به اینکه در زمانی که آقای دونالد ترامپ ریاست جمهوری رو بر عهده داره با سایر کنگره‌های شما چه تفاوتی داره، چه ویژگی اون رو ممتاز میکنه، و به عبارت دیگه آیا حزب سکولار دموکرات‌های ایران کماکان یک کنگره حزبی تشکیل میده یا چیزی فراتر از کنگره حزبی رو باید از اونها انتظار داشت. راستی برای هماهنگ شدن و همراه شدن با سایر نهادها چه اقداماتی رو کردن؟ آیا کماکان ما حزب سکولار دموکرات ها رو داریم، انجمن پژوهشگران رو داریم، انجمن های متعدد دیگر رو داریم، آیا اینها کماکان پراکنده کار میکنند و خط مش رهبری برای نزدیک کردن این گروه ها به همدیگه در این موقعیت حساس چیه؟ از اونجایی که
دکتر نوریالا یک جامعه شناسه و در این حال نسبت به تاریخ معاصر ایران آگاهی فراوانی هم داره، نظر او رو خواهم خواست در مورد که در شرایط امروز ایران به راستی کدام یک از رهبران ایران می توانستند این کشتی طوفان زده رو از این مجموعه فوق العاده پر نشیب و فراز و دردناک و خطرهای مهیبی که در انتظار مملکتمون است به راحتی جلو ببرند؟ میرزا طهی‌خان امیرکبیر، محمد علی فروغی، دکتر محمد مصدق و یا قوام السلطنه و یا ترکیبی از هر ستای اینها؟ آیا در قرن 21 ما آماده هستیم که پراگماتیسم سیاسی، عملگرایی سیاسی رو در آستانه دهه در واقع سال 2017 درک بکنیم و به تناسب اون عمل بکنیم؟ اینها مجموعه سوالاتی است که برای من مطرح از مهمان عزیزم دکتر اسماعیل نوریالا. قصد دارم اونها رو مطرح بکنم و پاسخهای نوریالا رو با هم داشته باشیم. متاسفانه به علت عدم امکان دسترسی تلفن فعلا به شما بینندگان عزیز دسترسی ندارم که بتوانم از شما هم دعوت بکنم در این برنامه شرکت بکنیم. نکته دیگری هم باید به استحضارتون برسونم که همونطور که عرض کردم در برنامه اول قرار بوده است من یک برنامه داشته باشم به نام مرغ سحر و یک برنامه داشته باشم به نام گذر از روحانیت. بهتون مژده میدم که گذر از روحانیت رو به اتفاق چند تن از دوستانم مشغول فکر کردن بهش هستیم که چگونه و محتواش چه باید باشد تا در خور انتظارات شما مردم باشه و همینطور آنچه که صاحب این تلویزیون رو برون داشته تا این برنامه رو به اجرا بگذاره. فکر نمی کنم بیش از چند هفته طول بکشه تا رؤوس و خط مشای اون برنامه روشن بشه و بتونیم برنامه گذر از روحانیت رو خدمتتون ارائه بدیم. به زعم من گذر از روحانیت یعنی همین سکولار دموکراسی که اتفاقا جمعیت سکولارهای دموکرات ایران به دنبالش است با تعابیر و تفاصیل دیگری و شاید هم در بعضی از موارد نزدیک به تفسیر دکتر نوریالا و همراهانش و همینطور سایر گروه‌هایی که هستند و قرار است که با هم در راه آزادی ایران تلاش بکنند. براستی ما خارج از کشوری‌ها در این بحران در کجا ایستادیم و به کجا خواهیم رفت؟ نقش ما در آینده ایران چیست؟ سالار عقیلی پخش بشه در این ساعت از برنامه با پایه‌گذار سکولار دموکراسی ایران، جمعیت سکولار دموکراسی ایران که در سالهای مختلف اسامی مختلفی را انتخاب کرده یا بهتر بگیم اسمش تکمیل شده و تغییراتی پیدا کرده، یعنی جناب آقای دکتر نوریالا همکار ارجمند سابقم در سازمان برنامه و محقق و پژوهشگر ارزنده ایرانی با شما هستم. آقای دکتر نوریالا به شما سلام عرض کردم. منم سلام میکنم خدمت شما همکارانتون و آقای دکتر نوریالا. خیلی متشکرم که دعوت منو قبول کردید و امروز در خدمتتون هستم. خب آقای دکتر نوریالا، راه درازی رو آمدید، شما در هر عرصه‌ای وارد شدید و در هر عرصه‌ای هم توانستید اثرگذار باشید. در عرصه سیاست قاعدتا نشریه سکولاریزم نوع شما در سال 2007 نشریه بود که فعالیت عملی شما رو در این زمینه گسترش داد و پایه گذاشت. ممکنه خواهش کنم از 2007 بفرمایید تا امروز چه تغییراتی کرده به اختصار و در کنگره‌ای که در 28 و 29 اکتبر در آلمان خواهید داشت چه خواهید کرد؟ بله، عرض کنم اگر اجازه بدید یک تصحیح کوچیکی بکنم فرمایشات اول کار شما رو، و آن این بودش که فرمودید که این کنگره‌ای که در آلمان میخواد به کار خودش آغاز بکنه کنگره حزب سکولار دموکرات هاست، در حالی که چنین نیست. این کنگره حزب سکولار دموکرات ها یک ساله که به وجود آمده، در حالی که این کنگره پنجمین سالیه که داره برقرار میشه. میشود گفتش که این حزب یکی از فرزندان این کنگره سالیانه بوده است که تازه
به یک سالگی داره میرسه. و اما اگر که قرار باشد که ماجرا رو بنده تعریف بکنم، من خب پس از سالها آوارگی و فکر کردن راجع به این که در مورد ایران چه باید کرد، به این نتیجه رسیدم اولا که هر پدیده‌ای تا پدیده متضاد خودش رو نداشته باشه سر جای خودش هست. شب همیشه شبه مگر اینکه روز پیداش بشه، و در این تضاد و تقابل بین اینها هست که عرض کنم که جا به جایی ها صورت میگیره. و حکومت اسلامی رو دیدم که نه تنها دارای بدیل خاصی نیست، بلکه خودش توانسته است که برای خودش بدیل تولید بکنه، به این صورت که مثلا آمده است در دل خودش یه جمعیتی رو به نام اصلاح طلبا به راه انداخته که خود آقای خامنه‌ای چندین سال پیش گفت که اینها دوتا عرض کنم که پر پرواز، دوتا بازوی پرواز حکومت اسلامی هستن و با همدیگه میتونن بازی کنن، گاهی اصلاح طلبا بیان سرکار، گاهی بنیادگرایان، برای اینکه این حکومت حفظ بشه. یک بار دیگه هم البته ایشون وقتی که ولی فقیه دوم شد در همون اوائل کار راجع به این که ما نباید بگذاریم برای حکومتمون یک بدیلی پیدا بشه، یک آلترناتیوی پیدا بشه، که اگر پیدا بشه خب کار مشکل تر خواهد شد. بنابراین اولین چیزی که مورد نظر بود این بودش که ما باید به خصوص در خارج کشور به فکر این باشیم که یک بدیلی برای حکومت اسلامی به مردم ایران پیشنهاد بکنیم. این که میگم خارج کشور هم به خاطر اینه که تجربه نشان داده است که در داخل حکومت‌های دیکتاتوری ایجاد یک بدیل یا آلترناتیو کار بسیار مشکلیه، در حالی که در حکومت‌های دموکراتیک چون خود نظام مورد تایید همه هست، در اون صورت عرض کنم که این جابجایی بدیل‌ها انجام می‌شود. اما در مورد حکومت‌های دیکتاتوری این امر شدنی نیست. بنابراین اولین کلید قضیه این بودش که ما بریم دنبال این که چگونه می‌شود یک آلترناتیوی رو برای حکومت اسلامی به وجود آورد. خود اندیشه آلترناتیو در واقع در شکم خودش بسیاری مسائل دیگر رو حمل می‌کنه. مثلا تو فارسی گاهی وقتا دیدم که آلترناتیو رو ترجمه می‌کنن به جانشین، در حالی که جانشین لزوماً در تضاد با اون چیزی که جانشینش میشه نیست. مثلا خب یه پادشاهی میمیره، ولیعتش میاد، جانشینش میشه، در اینجا تضادی اتفاق نیفتاده است، در حالی که آلترناتیو لزوماً به معنی یک پدیده ایست که در تخالف و تضاد با اون چیزی که میخواد جانشینش بشه قرار میگیره. بنابراین فکر قدم دوم این بودش که خب اگر که ما بخوایم یک آلترناتیوی در مقابل حکومت اسلامی داشته باشیم، این آلترناتیو دارای چه ویژگی هایی باشه. و خب وقتی که ما میگیم که آلترناتیو متضاد اون حکومتی است که در قدرت نشسته، اول باید ببینیم که ویژگی های اون حکومت مستقر چیه که آلترناتیوش ضد اون باشه. به نظر من دو تا ویژگی در حکومت اسلامی وجود داره که آلترناتیو اگر اون دو تا رو بتونه در تضاد قرار بگیره اون وقت اسمش میشه آلترناتیو. اولیش اینه که حکومت اسلامی یک حکومت مذهبیه، یک حکومت در واقع ایدئولوژیکیه که ایدئولوژیش مذهبشه. بنابراین ما باید بریم دنبال یک فکری، یک پدیده ای که اون پدیده مذهبی بودن رو از حکومت بگیره. این پدیده رو در تاریخ 300 ساله گذشته رفته رفته شکل گرفته به خودش در جهان غرب و نام گرفته و بهش میگن سکولاریسم. سکولاریسم یعنی این که ما بیاییم و مذهب رو از هر چی که مورد نظر ماست خارج بکنیم. یعنی مثلا اگر که گفتیم که
ما دنبال یک پزشکی سکولار هستیم، معنیش اینه که ما نمیخوایم پزشکی رو اعمال بکنیم که بر اساس مثلا طب امام جعفر صادق ساخته شده. به آسمان و کتاب مقدس و ائمه و اینها کاری نداریم، از طریق عالم مادی و تحقیقات علمی میرویم دنبال عرض کنم که این که یک پزشکی سکولار به وجود بیاریم، یا مثلا قوانین سکولار، یعنی قوانینی که در این جهان به وسیله نمایندگان مردم وضع می شود و ربطی به قوانینی که از آسمان نازل می شود نداره. این رو وقتی که ما بیاریم در حوزه سیاست بذاریم و در حوزه حکومت قرارش بدیم، وقت سکولاریسم سیاسی معنیش این استش که مذهب و همه ملحقات مذهب رو بتونیم از حکومت خارج بکنیم و حکومت رو متعلق بکنیم به همه مردمان، با هر مذهبی که دارن، با هر لامذهبی که دارن، هر عقیده‌ای که دارن، این حکومت حکومت همگان باشد، در واقع بهش به اصطلاح حکومت ملی برقرار بشه. ویژگی دوم حکومت اسلامی مستقر بر ایران هم استبدادی بودن اون بود که اون رو از حکومت‌های قبلی هم به ارث برده بود. یعنی ما در تاریخ خودمون حکومت دموکراتیک به اون صورتی که گفته میشه نداریم، سراغ نداریم. دولت دموکراتیک ممکنه مثلا بگیم که دولت عرض کنم که دکتر مصدق مثلا دموکراتیک بود، اما حکومت ما یه حکومتی بود که همیشه یه دیکتاتوری بالاش ایستاده بود، به تفاریق هم عمل میکردن. مثلا از رفتن رضا شاه تا عرض کنم 28 مرداد ما یه فضای نیمه دموکراتیکی رو تجربه کردیم، ولی در داخل عرض کنم که تشکیلات سیاسی ما یه ماشینی وجود داره به نام ماشین بازتولید استبداد و ما باید این ماشین رو از کار بندازیم تا بتونیم به یک حکومت دموکراتی برسیم. برای من این فکر کردیم که اگر که حکومت فعلی ایران مذهبی استبدادیه، آلترناتیوش باید یک حکومت سکولار دموکرات باشه و به همین دلیل رفتیم دنبال این که سکولار دموکراسی رو عرض کنم که با ویژگی های ایران تطبیق بدیم و اون رو معرفی کنیم به جامعه ایرانی، که این منجر شد به تأسیس سایتی به نام سکولاریسم نو که دو سه سالی کار میکرد، یعنی از 2007 تا 2013 عرض کنم که 6 سالی برقرار بود و در اونجا ما سعی کردیم که یک گنجینه ای از مقالات مربوط به سکولاریسم و دموکراسی رو جمع‌آوری بکنیم. اتفاقی که افتاد این بود که در سال 2010 در ایران جنبش سبز اتفاق افتاد و یک مرتبه مسئله فروپاشی حکومت اسلامی و جانشین کردن یک حکومت جدید در دستور کار عملی روز قرار گرفت. خب در ایران جنبش سبز با یک مزه و طعم عرض کنم که مذهبی آغاز شد، یعنی هم یا حسین، میر حسینی که گفته می شد، یا هم الله اکبری که سر پشت بونا و اینا صحبتش می کردن، به نظر می رسید که این یه جریان اصلاح طلبانه برای اصلاح حکومت و در نتیجه استمرار حکومت باشه. اما هر چقدر که ما از خرداد حرکت کردیم، رفتیم تا بهمن ماه، دیدیم که این جنبش هم کشته داد، هم زندانی داد، شکنجه شد، به بچه ها تجاوز کردند و غیره، و بچه ها هم متقابلا شعارهاشون رو اوریانتر بیان کردند، به طوری که رسیدیم به اونجایی که گفتن ما آزادی و عرض کنم که استقلال و حکومت یا جمهوری ایرانی میخواییم، و خب جمهوری ایرانی رو گذاشتن در مقابل جمهوری اسلامی. هر دو تا صفت اسلامی و استبدادی رو به این ترتیب ازش سلب کردند. در اونجا بود که بنده و یاران دیگرمون که در سکولاریسم نو فعال بودیم فکر کردیم که ما باید پا پیش بگذاریم و ادعا بکنیم که جنبش سبز دارای یک بخش بسیار وسیع آدم‌های سکولار دموکرات هم هست. در نتیجه
آمدیم و یک تشکیلاتی رو درست کردیم به نام شبکه سکولارهای سبز ایران. کلمه سبز رو نگه داشتیم و سعی کردیم بگیم که این سبز، سبز سیدی و سبز اسلامی و اینها نیست، این سبز سکولار است. و در نتیجه از 2010 تا 2013 ما در این زمینه فعال بودیم که برنامه های مقاله داشته باشیم، سخنرانی داشته باشیم، در شهرهای مختلف انجمنهای سکولار سبز رو تأسیس بکنیم و بر جمعیت معتقدان به سکولار دموکراسی بیفزاییم. و بالاخره در تابستان 2013 بود که عده‌ای که با هم دیگه کار میکردیم آمدیم گفتیم که خب ما که هی به مردم میگیم باید بریم دنبال سکولار دموکراسی، یه آدم سکولار دموکراسی دموکرات مشخصاتش چیه؟ طی جلسات متعددی که داشتیم بالاخره یه سندی رو به وجود آوردیم به نام پیمان نامه عصر نو که در اون مشخصات یک آدم سکولار دموکرات رو بیان میکرد و این سند رو منتشر کردیم و 300 نفری زیرش رو امضا کردند از فعالان سیاسی و متفکرین و روشنفکران و نخبگان سیاسی خودمون. و بعد عده‌ای از اونها گفتن که خب حالا که به این نتیجه رسیدیم که تعریف رو داریم، هدف رو هم داریم، بیایم دور هم دیگه جمع شیم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. بنابراین یک نشستی در سال 2013 همزمان با سالگرد انقلاب مشروطه به خاطر اینکه بگوییم انقلاب مشروطه هم خواستار یک حکومت سکولار دموکرات بود و نشد، در شهر واشنگتن با حدود شرکت یک 90 نفری جلسه تشکیل شد و در اونجا گفتیم که ما بیایم اعلام بکنیم که از این پس جنبش وسیعی وجود داره به نام جنبش سکولار دموکراسی ایران. و این جنبش اون چند نفری که انتخاب شدن برای اینکه امور اداری و مالی این جنبش رو بگردونن موظف شدن که دو تا کار انجام بدن. یکی این که جنبش دارای یک سایت مستقل باشه که تصمیم گرفتیم اون نشریه سکولاریسم نو رو تعطیل کنیم و نشریه پایگاه رسمی جنبش سکولار دموکراسی رو به وجود بیاریم که الان 4 سال داره کار میکنه، در هفته 3 بار بروز میشه و در هر بروز شدنی 4 تا 5 تا مقاله جدید در مورد سکولار دموکراسی و وضعیتی که در ایران برقرار هست داره انجام میده. وظیفه دومی که به عهده این برگزار کنندگان آقای دکتر، فقط اگر امکان داره قدری خلاصه فرمایید. چون شما گفتید مفصل بود. خواهش میکنم. بله چشم. عرض کنم که وظیفه دومم این بودش که این جلسه واشنگتن رو بگیم بهش کنگره سکولار دموکرات های ایران و از اون پس هر ساله بیاییم به این کنگره رو تشکیل بدیم. الهام بخش ما هم این مثلا انترناسیونال سوسیالیست های بود که هر ساله در یه جای دنیای دور هم دیگه جمع می شوند و موفق شدیم که در 4 سال گذشته 4 تا کنگره رو تشکیل بدیم، هر بار بر تعداد شرکت کنندگان اضافه شد و امسال هم که داریم آخر هفته که پیشاروی ما هست داریم میریم به کلن برای اینکه 5th کنگره سکولار دموکرات ها رو در اونجا برقرار کنیم. تنها چیزی که ناگفته باقی میمونه اینه که ما این کنگره رو که تشکیل میدیم، این کنگره نه دارای قطعنامه هست و نه قراره که کار سیاسی خاصی بکنه. در واقع فقط یک سقفیه که آدمایی که خودشون رو سکولار دموکرات میدونن اما ممکنه سوسیالیست باشن، کمونیست باشن، لیبرال باشن، بیان بشینن اونجا با همدیگه صحبت بکنن که ما چگونه میتونیم در ایران به یک حکومت سکولار دموکرات برسیم و در این حال بر اساس آشنایی که با هم پیدا میکنن اگر دلشون خواست بتونن برن سازمانهای سیاسی مختلفی رو به وجود بیارن که تا به حال موفق شدیم 3-4 تا سازمان سیاسی از جمله حزب سکولار دموکرات ایرانیان رو به وجود بیاریم. جناب دکتر نوری‌آرا، ازتون اجازه میخوام که
قدری بیرون درواسی با هم صحبت کنیم. درست یاد همون گذشته های دور که البته شما در اون زمان نسبت به من ارشدیت داشتید در سازمان برنامه چون سالهای بیشتری در اونجا بودید و به همون روش با هم صحبت کنیم و امیدوار هستم که این نشانه هیچی تلقی نشه جز اینکه میخوایم مطلبی رو برای همدیگه روشن تر بکنیم، یا لااقل من میخوام روشن بشم به عنوان پرسشگری که در اینجا هست. ببینید من درست توضیحاتون خوب بود برای من، ولی برام یه سوال مطرح کرد. این جمعیت شما، حزب شما، جنبش شما یک جنبشی است که پایه‌های فکری آزادی ایران رو میخواد بگذاره یا در حرکت‌های عملی آزادی ایران میخواد مشارکت داشته باشه؟ تمام توضیحاتی که شما میفرمایید بخش روشنفکری و اندیشمندی یا اندیشگی این نهاد رو خیلی بارز و آشکار میکنه. اما حتی به نامش اگر نگاه بکنیم، نام حزب شما نامی است کاملا قابل درک برای همه روشنفکران و آدمهای از نظر بضاعت فکری مثل بنده متوسط، اما برای توده های مردم قابل درک نیست. یعنی در روستاهای ایران شما نمیتونید بگید سکولارها امروز، سکولار دموکرات ها امروز اعلام کردن نرید سر زمیناتون و محصول رو جمع نکنید. عنوان مثال، این قابل درک نیست. آیا من درست میفهمم یا اشتباه میکنم؟ ببینید دو تا مسئله اینجا مطرحه. یکی کارکرد که شما در بین جنبش و حزب و غیره هنوز کارکردی عملا مشاهده نمی کنید. یکی نامه که میگید که این نام با برای مردم بیگانه است. من اول دومی رو جواب بدم و اون هستش که من فکر نمی کنم که در حال حاضر مسئله ما رو روستاییان ایران بتونن حل و فصل بکنن. به نظر من حرکات سیاسی در ایران به وسیله طبقه متوسط انجام میشه و تعیین کننده آینده ایران هم طبقه متوسط تحصیل کرده و عرض کنم که فعال برای گردوندن چرخ جامعه هستش و اینها به نظر من مشکلشون با نام نخواهد بود. ما در زمان انقلاب مشروطه حزب سوسیال دموکرات ها رو داشتیم، در زمان عرض کنم که قوام سلطنه حزب دموکرات ایران رو داشتیم. یعنی این کلمات کلماتی نیستن که خیلی غریبه باشن یا به سختی در جامعه ایران جا بیفتن. من در تماس وسیعی که با داخل کشور دارم میدونم و یقین دارم که طبقه متوسط ایران کاملا میدونن سکولاریسم چیه و حکومت هم در هر چهار تا کلمه که حرف میزنه تمام فشارش رو میذاره روی این که ما نه دموکراسی غربی میخواییم، به قول آقای خاتمی که میگه ما دموکراسی غربی نمیخواییم، ما دموکراسی دینی میخواییم. و عرض کنم که یا این امام های جماعت و جمعه و غیره که مرتب به سکولارها بد میگن، ما نشریهمون هم در زمانی که سکولاریسم نو رو در میآوردیم و هم امروز که پایگاه جنبش سکولار دموکراسی رو در میاریم، بیشترین خوانندش در ایران آماری هستش که همه میتونن برن مراجعه کنن و ببینن که چند تا کلیک میخوره روی این سایت و از کجاها این کلیک ها میاد و بیشترینش رو شما میبینید که در قم و مشهد اول و بعد در تهران هستش. یعنی که کاملا جوانانی که به عنوان طلبه و اینها در حوزه ها دارن درس میخونن و کار میکنند کنجکاوند راجبه این که بدانند که این سکولار دموکراسی همون چیزی که حکومت میگه یا همون چیزی که ما میگیم. چون حکومت میگه که سکولار دموکرات ها میخوان بیان دین شما را از شما بگیرن، ما میگیم نه، ما اصلا کاری به دین شما نداریم، فقط میگیم که حکومت نباید تابع دین شما باشه. حکومت مال همه ایرانیان، مال سنی هست، شیعه هست، مسیحی هست، بهائی هست و غیره. و این کنجکاوی برای ما بسیار
دلگرم کننده است. جناب دکتر، من میخوام از همین قسمت اخیر پاسختون برای پرسش خودم پوان بگیرم، امتیاز بگیرم. و اون این است که بله، شما میفرمایید در قم و مشهد و تهران جوانهایی که در این حوزه هستن، اهل فکر هستن، این قضیه رو آمدن و یا با شما موافقن یا مخالفن، یا اصلا میخوام ببینن شما چی میگید. بسیار خوب، اینا جزو بخشای ما که نمیتونیم منکره. درسته ما فکرشون رو قبول نداریم، ولی ما که نمیتونیم منکر روش هایی باشیم که در حوزه های علمیه قم و مشهد و تهران به کار گرفته میشه و سابقه بسیار طولانی داره و شما خیلی بیشتر از من در این مورد میدونید. بنابراین شما تونستید بحث رو باز بکنید با گروه های روشنفکری و اهل فکر در ایران، اما یه نتیجه گیری کردید که آینده تغییرات ایران رو طبقه متوسط شهری رقم میزنه. من ضمن این که میخوام از این پرسش رد بشم، واقعا برام قانع کننده نیست که چگونه میشود پیش بینی کرد که آینده تغییرات احتمالاً زودرس ایران رو فقط قیس متوسط شهری در ایران رقم میزنه. اما از این سوال میگذرم. نه ولی آقای فرزنده، یک نکته رو ببینید، من نگفتم فقط رو شما به کار بردید، اضافه کردم. بله، من عرض کردم که اون موتور حرکت برای ایران، عرض کنم که طبقه متوسطه. به نظر من توی جامعه این چیزی که فرنگی‌ها بهش میگن دومینو افکت، یعنی شما این چند تا کتاب رو هم که بیستونید روبروی هم، به اولی که دست بزنید این میفته روی دومی، سومی، چهارمی و به همه جا تسری پیدا میکنه. به نظر من طبقه متوسط حامل تغییره، حامل عرض کنم اندیشه نو هست، ولی او هست که این رو میبره به داخل اقشار دیگه جامعه و این رو پخشش میکنه. شما ببینید الان مثلا وقتی که میخوان که روشنفکران غیر مذهبی دوران پهلوی رو شماتت بکنند که شما باعث بودید که انقلاب شد، خب این روشنفکران، حتی اونهایی که ریشه های دهقانی هم داشتن، آمده بودن شهر و در شهر تحصیل میکردن، دانشجو بودن، دانش آموز بودن و غیره، یا میگن که مثلا آل احمد بود که تونستش مثلا چنین کاری رو بکنه. خب این نشانه اینه که اقرار میکنند که سررشته کار در دل قشر متوسطه، ولی این مثل پخش شدن جوهر روی کاغذ میمونه که به همه جا تسری میکنه. من فکر نمیکنم که حکومت اسلامی با یک انقلاب دهقانی مثلا از پا بیفته یا بسه. یک انقلاب کارگری پرولتری بتونه این کار رو بکنه، ولی بسه. اونها هم روزی شریک خواهند شد. دکتر نوریالا، در 28 و 29 اکتبر شما در آلمان خواهید بود، فکر میکنید چند نفر در اجلاس شما شرکت کنند؟ ببینید این کنگره یک سایت مستقل خودشو داره که اگر تشریف برید اونجا، کسانی که دارن میان و علاقه مندن که عکسشون و نامشون اعلام بشه، چون ما عده زیادی رو میشناسیم که دارن میان اما دوست ندارن که اعلام شه. ما الان در حدود 170 نفر، 170 تا عکس روی سایتمون داریم، از آدمایی که بسیار سرشناسن تا آدمایی که اصلا ما نمیشناسیمشون ولی گفتن که ما میخوایم بیایم، به خرج خودشون دارن میان. ما فقط کاری که کردیم اینه که رفتیم خانه جوانان شهر کن رو، سالونش رو کرایه کردیم برای 2 روز و 2 تا نهار و نوشابه هم تهیه کردیم که دوستان بیان اونجا. من تصور میکنم امسال حدود 220 نفری رو میدانم که در کل حضور خواهند داشت. آقای دکتر نوریالا، این اجلاس، این کنگره، با توجه به حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید نسبت به اجلاس‌های قبلی شما چه تفاوتایی داره؟ تا چه حد حضور دونالد ترامپ رو در این اجلاس باید حس کرد؟ عرض کنم که من که سخنگوی اون عده‌ای که نمیشناسمشون که نیستم، به هر کسی با یه سودایی بلند میشه میاد بکن.
سودای نوریالا چیه؟ اون یه امر دیگریه. من خودم میتونم سخنگوی خودم باشم، حتی سخنگوی حزبم باشم، ولی سخنگوی همه شرکت. چون ببینید ما الان در این کنگره کل حزب کمونیست کارگری شعبه های متعددش حضور دارن، سوسیالیست ها حضور دارن، شورای ملی ایران که بله به وسیله های رضا پهلوی وجود آمد سرانشون دارن میان اونجا، حزب مشروطه ایران در اونجا حضور دارن. نه شما از تقریبا میشه گفتش که من متوجه پرسشم شدم. من بنابراین نظر اون اجلاس، قطعنامه اون اجلاس یا بیانیه اون اجلاس رو نمیخوام، من نظر دکتر اسماعیل نوریالا رو میخوام به عنوان کسی که از پایگزاران این فکره و به عنوان سخنگوی حزب سکولار دموکراتای ایران. بله. ببینید آمدن آقای ترامپ، من البته مجبورم بگم که خب من هم امریکایی هم هستم و در انتخابات هم شرکت میکنم و رأیی که من میدم در انتخابات به داخل امریکا هم مربوط میشه، به خارج امریکا هم مربوط میشه، ولی در این حال کلاه ایرانی بودنم سرم هستش و در اون بیشترین دغدغه ذهن من هست تا امریکایی بودنم. من برخلاف شما به آقای ترامپ رأی دادم و معتقد بودم که آقای ترامپ خیلی کارا میتونه انجام. متشکرم که رأی منو افشا کردید. بفرمایید. نه خودتون گفتین اولش. گفتین من مخالف ترامپ هستم. بله. خب نمیتونید شما به کسی که مخالفش هستید رأی بدید که. بفرمایید. بله. عرض کنم که اون رو بگذاریم کنار. من در مورد آمدن آقای ترامپ در ارتباط با وضعیت ایران دو چیز رو میبینم. بله. یکیش عرض کنم که عبارت است از این که خاتمه میده به یک جریانی که لااقل 8 سال گذشته ما رو در بر گرفته بود و اون سیاست های آقای اوباما بود در مماشات با حکومت اسلامی. ایشون از اون روزی که بی اعتنا به مردم ایران که داد می زدن با اونایی یا با ما، تصمیم گرفتش که به آقای خامنه ای نامه بنویسه و بی اعتنایی بکنه به جوانانی که در خیابانهای ایران آمده بودن و جنبش سبز رو درست کرده بودند. این مماشات رو آغاز کرد و آخر سر هم با این چیزی که بهش میگن برجام، به نظر بنده هم سعی کرد که تحریم ها رو برداره و هم اینکه پول نقد برسونه، مثل خونی که به یک عضو سرطانی میدن یه خون نقد برسونه به اونها. آمدن آقای ترامپ در مرحله اول پایان دوران مماشاته، مگر اینکه ایشون هم یکی از این روزا خواب نما بشه و تصمیم بگیره که برگرده به سیاست های مماشات آقای اوباما. برابر این تا این اتفاق نیفتاده این هست که ما یک دورانی رو پشت سر گذاشتیم و حکومت اسلامی جان به در برد از وضعیتی که درش دچار شده بود. اما در این حال آمدن آقای ترامپ این هم هست که باز در سخنانی که خودش و اعضای کابینش میگویند معتقدند که علاوه بر این که برجام به ضرر امریکا و نفع حکومت اسلامی بوده است و باید اگر نشه پارش کرد باید درش تجدید نظر کرد، در این حال این که حکومت اسلامی به عنوان منشأ اختشاش و فتنه در خاورمیانه و عرض کنم که منشأ ایجاد واکنش های ضد خودش که اونها هم ضد بشری هستن، یعنی شما وقتی که یک حکومت شیعه رو میارید سر کار و این میخواد شیعیان جهان رو متحد بکنه، خب واکنشش هم میشود آنچه که به صورت جریانات تروریستی سنی میاد. هیچ کدوم اینها قبل از حکومت اسلامی در جامعه خاورمیانه وجود نداشتن. در این حال وجود یک نیروی نظامی قوی به نام سپاه پاسداران که خودشون میگن که وظیفه ما حفظ
تمامیت ارضی ایران و مرزهای ایران نیست، اون با ارتشه. کار ما صدور انقلاب و بردن انقلاب به جوامع دیگه، و به همین دلیل هم شما میبینید در سوریه، در لبنان، در یمن، در هزار جای دیگه اینها مشغول ایجاد فتنه و ترور هستند. و آقای ترامپ مدعی هست که آمده است به این وضعیت خاتمه بده و شرکت هایی رو که مثلا با سپاه پاسداران در ارتباط هستند جریمه شون بکنه و غیره. و در این حال گفته است که ما کمک میکنیم به کسانی که بخواهند حکومت اسلامی رو بر بیاندازند و یک حکومت دموکراتیک در ایران برقرار کنند. خب از این روزن که نگاه میکنید، این که ما به عنوان اپوزیسیون حکومت اسلامی سعی بکنیم حالی آقای ترامپ بکنیم که آقا ما با تو مخالفیم، حاصلش چیست؟ و آقای ترامپ حالی کنیم که هم حکومت اسلامی هم اپوزیسیونش با شما مخالف هستن، این چه نفعی رو برای مردم ایران داره؟ در حالی که اگر که ما به عنوان یک گروه ناظر عرض کنم که نظارت بکنیم، فشار بیاریم به کابینه آقای ترامپ که این حرفای خودت رو در عمل هم نشون بده، به این قده سرطانی خون نرسون، باهاش مماشات نکن، اون پاسخی رو که ملت ایران آمدن تو خیابون و گفتن با اونایی یا با ما، تو درستشو بده، تو بگو که ما به الهامات سکولار دموکرات ملت ایران احترام میگذاریم. من میبینم همه اینها چیزهای مثبتیه. و جالب اینه که در خود اپوزیسیون هم اونهایی که خودشون رو یگانه آلترناتیو سکولار دموکراسی میدونن از روز اول رفتن سراغ آقای ترامپ، یعنی مجاهدین خلق رفتن، نمیدونم همه اجازه بفرمایید دکتر، سپاسگزارم. چون اسم سازمان مجاهدین خلق آوردید، سازمان مجاهدین خلق یک سازمان کاملا سیاسی است. الهامش میشود گفت از روزی که از ایران در واقع خروج کرده، شاید درس کتاب شاهزاده ماکیاولیسم ماکیاول رو خیلی خوب خونده، که حتما شما استادید در اون زمینه و میدونید که ماکیاول چی میگه. اجازه بدید پس از آگهی ها من نکته‌ای رو که دارم از اون برسونم. شما فرمودید که این آمده به جریان اوباما خاتمه بده، این آمده گفته که به ضرر آمریکاست، این مصالحه‌ای که انجام شده و ایران رو به عنوان مبنای اغتشاش دونسته، اما هیچ کدوم از اینها به این شکل به عمر حکومت جمهوری اسلامی پایان نخواهد داد. جناب دکتر، با توجه به وقتی که در اختیار دارم، سوالاتم خیلی به اختصار عرض میکنم خدمتون و انتظار دارم که شما هم به هر حال که استاد سخن هستید به اختصار پاسخ منو بدید. ببینید، من با شما هم عقیدم در مورد خاتمه دادن به دوران اوباما. اشتباه اوباما در سال 1388 اشتباهی است که در بخش دولت‌های خارجی به پای اوباما نوشته خواهد شد و هیچ گریز و گزیری از پذیرش این اشتباه او ندارد. اما در مورد اینکه برجام به اظهارات اوباما، اظهارات دونالد ترامپ در مورد اینکه برجام به آمریکا هم صدمه زده، این حرف درست نیست. برجام سند شبیه ترکمنچای که توسط ایران پذیرفته شده در مفتزهانه ترین شکلش. اگر میفرمایید که در منطقه تنها منبع این اغتشاشات ایرانه، الان ایرانه، ولی باید توجه داشته باشیم تا شما به مشکل اعراب و اسرائیل توجه نکنید و اسرائیل ما وجود فلسطین رو در تهدید جدی قرار داده و میده در اون منطقه و به عنوان یک قول بزرگ از تمام استثناءات برخورداره، نمیتونید انتظار داشته باشید که نیروهای رادیکال به مجردی که فرصت پیدا میکنند محملی رو درست نکنند. و ما اشاره کردید به مجاهدین خلق.
همونطور که عرض کردم خدمتتون، نمیخواد یکی یکی بریم جلو، بذار این یکی رو یه جمله بگم بعد گوش میکنم فرمایشات شما. مجاهدین خلق که اشاره کردید، اینا یک گروه سیاسن، از نظر گروه خودشون کاملا قابل ستایشن. اینا هر روز به رنگی در آمدن از نظر بت عیار. شانسشون هم برای اینکه امروز سیاستمداران آمریکایی رو به طرف خودشون جلب بکنن و تالا کردن اصلا کم نیست. من میخوام بدونم آقای دکتر نوریالا، شما دوستانتون این چند تا سازمانی که پیشنهاد کردید، آیا امسال در ماه اکتبر یک جریان عملی رو بهش دامن میزنید یا نه؟ یا هنوز در پی توسعه مبانی فکری هستید که بسیار هم با ارزشه. کسی نیست که اهل فکر باشه و قدر زحمات شما رو ندونه. من میخوام ببینم تو کاسه من به عنوان یکی از 80 میلیون ایرانی رهاورد کنگره شما چیه؟ بفرمید خشم. بله، عرض کنم که از برجام شروع کنیم، به مجاهدین برسیم، بعد برسیم به نتیجه عملی این کنگره. ما در 2 سال پیش که برجام امضا شد، جنبش سکولار دموکراسی ایران یک بیانیه صادر کرد و در اون بیانیه متذکر شد که این قرارداد از لحاظ ایران یک قرارداد ننگینی است و اعلام کرد که اگر روزی سکولار دموکرات ها در ایران به قدرت برسند، حاضر نخواهند بود به عنوان امضا کننده این قرارداد جریان رو ادامه بدن. این عرض کنم که حق مالکیت ملی رو از ایران گرفته است به خاطر اینکه یک افریته‌ای به نام حکومت اسلامی بر ایران مستقر شده و بسیاری مسائل دیگه. من از جانب اینکه چه ضرری به امریکا میخوره حرفی نمیزنم، ولی فکر میکنم که همین که در این قرارداد مسائل مدتداری وجود داره، به معنی اینکه مثلا تا 10 سال اورانیوم رو غنی نمیکنه بعدش آزاده که بکنه، الان از اون 10 سال 2 سالش گذشته، یعنی 8 سال دیگه حکومت اسلامی به استناد همین قرارداد برجام خواهد تونست کار خودش رو انجام بده. من قرارداد همطور شما میفرمایید ترکمانچای، واقعا من فکر میکنم که این قرارداد بسیار بدی برای ایران بوده است. حالا بقیه دنیا خودشون حساب خودشون رو میکنند و میدونند. احتمالا شاید در ذهنشون اینه که تا 10 سال دیگه حکومت اسلامی وجود نخواهد داشتش که نگران این باشن که آزادی عمل پیدا میکنه. برای ما برجام یک حکومت، یک قرارداد بدی است و خوشحالیم که به هر دلیلی که هست آقای ترامپ میخواهد که در اون تجدید نظر اساسی بکنه یا نکنه به من ربطی نیستش. این حرفایی که اون میزنه ما میگیم حرفای خوبیه. داشتم این رو عرض میکردم که سخنم قطع شد، که الان در این فضایی که هست که اپوزیسیون به نظر من نباید خودش رو مخالف آقای ترامپ نشون بده و از حمایت بزرگترین کشور دموکراتیک دنیا محروم بشه، گفتم که بقیه همین حساب رو کردن و به عنوان آلترناتیو میخوان خودشون رو مطرح بکنن. مجاهدین میگوین ما هم آلترناتیو حکومت اسلامی هستیم، در حالی که خودشون میخوان یه جمهوری اسلامی رو بیارن سر کار، بالای پرچمشون نوشته فضل الله المجاهدین علی القاعد، یعنی که مجاهدین افضل هستن بر بقیه، از حالا خودی و ناخودی رو دارن اعمال میکنن. به نظر من که ما رفته بودیم دنبال آلترناتیوی که نه مذهبی باشه نه استبدادی باشه، مجاهدین اصلا نباید در آینده ایران جایی داشته باشه. از اون طرف خب ما میبینیم که مثلا آقای رضا پهلوی هم فعال شده، رفته با سناتورها داره صحبت میکنه، 2 تا نامه تا حالا برای آقای ترامپ نوشته، به این معنی که سلطنت هم در ایران یک آلترناتیوی است. به نظر من سلطنت در ایران اساسا در آینده ایران جایی نخواهد داشت. اگر جایی هم بخوایم در نظر بگیریم، متعلق خواهد بود به یک پادشاهی پارلمانی که در اونجا پادشاه یک موجود تشریفاتی، یک گل قالی یا یک عکس دیواره و نمیتواند در امور
سیاسی مملکت دخالت بکنه. بنابراین تا جایی که به سیاست و حکومت مربوط میشه، پادشاهی و سلطنت هم نمیتوانن آلترناتیو مطلوب مردم ایران باشن. بنابراین ما به عنوان طرفداران سکولار دموکراسی باید در راستای ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات عمل بکنیم، و چون سابقه کارمون کمه، نفوذمون در جمعیت کمه، از کم سابقه مبارزاتی اونگونه که تفنگ برداریم و شلیک بکنیم و قیده نداریم، راه سختی رو در پیش داریم. اما به اعتقاد ما هر حرکتی در مقابل یک حکومت انقلابی که بر اساس اون انقلاب مشروعیت میابه و ریشه های عمیق پیدا میکنه، باید از سه مرحله بگذره. مرحله اول مرحله افشاگریه که این کار به خوبی انجام شده. یعنی ایران الان نه در داخل ایران و نه در خارج ایران هیچ کسی رو شما پیدا نکنید که شک داشته باشه که اینکه حکومت فاسد و عرض کنم که جانی و جنایتکاری. این مرحله رو ما با موفقیت پشت سر گذاشتیم. مرحله بعدی مرحله گفتمانسازیه، یعنی که بیاییم بگوییم چه چیزی میتواند جانشین این بشه، این رو تو کله مردم بکنیم و ببریم در داخل دلهای مردم. مرحله سوم فاز اجراییه که به نظر من ما الان رسیدیم به این مرحله، تونستیم به اندازه کافی سکولار دموکراسی رو معرفی بکنیم. در نتیجه اساساً کنگره های ما برای این به وجود آمده که برای نخستین بار نیروهای مختلفی که تا به حال سایه هم رو با تیر می زدن بیان دو روز بشینن یک جا با هم دیگه گفتگو بکنن. جز ایجاد این فضای گفتگو نمیتوان به این امید نشست که یک آلترناتیو سومی به نام آلترناتیو سکولار دموکرات خواهد آمد. به همین دلیل مثلا کنگره امسال ما در کن مضمونش هست وحدت در کثرت، یعنی میگیم تا حالا ما در کثرت بودیم، همه جور فکر و اندیشه ای رو ارائه دادیم به مردم، اما تا این کثرت تبدیل به یک وحدتی نشه و سکولار دموکرات ها با همه عقاید و ایدئولوژی های مختلفی که دارند در امر فروریزی حکومت اسلامی و جانشین کردن یک قانون اساسی سکولار دموکرات با هم متحد نکنند، آش همون آش و کاسه هم کاسه. آقای دکتر، امیدواریم که بتونیم از این گفتگوها به چنین نتیجه برسیم. شما اشاره کردید به آینده نداشتن سلطنت در ایران، که در ایران جایی نخواهد داشت. اولا من متوجه نیستم، من میدونید من یه جمهوری خواهم، همین هم خیلی کار دستم داده، ولی من متوجه نیستم کجا رضا پهلوی، شاهپور رضا پهلوی در خودش گرایشات سلطنت طلبانه نشان داده. یک پرسشم اینه، اگه راهنمایی بکنید خیلی خوشحال میشم، چون او همواره گفته که میخواد پادشاه مشروطه باشه و پادشاه مشروطه اگه پایرم از قانون اساسی انقلاب مشروطیت بگذاریم، به هر حال نقش اجرایی مسئولیت پذیر در جامعه نداشته و نمیتونه داشته باشه. دو، به نامه ایشون به دونالد ترامپ اشاره کردید. نامه اولش که ابراز خوشحالی کرده بودن از آمدنشون و ایجاد تغییرات، نامه دومشون اساساً همون نامه بود که افکار عمومی دنبالش بود، یعنی تکیه کردن بر اشتباه دونالد ترامپ در بکار بردن واژه ای بی گالف و خواستار این شدن که این کار غلطه. آقای دکتر نوریالا، شما چند تا نامه نوشتید برای ترامپ و اگر ننوشتید چرا؟ ببینید، برای اینکه من خودم رو آلترناتیو حکومت اسلامی نمیدونم، من آرزومند عضویت در یک تشکیلاتی هستم که بخواهد آلترناتیو حکومت اسلامی باشه. اگه شما مسئول یک حزبی جناب دکتر نوریالا، به عنوان حزب سکولار دموکرات های ایران، آیا پیشنهادات خودتون رو به وزارت امور خارجه آمریکا و دونالد ترامپ دفتر کاخ ریاست جمهوری در کاخ سفید عرضه کردید یا خیر؟ نه خیر، به خاطر اینکه ما یک حزبیم نه یک آلترناتیو. این کار یک آلترناتیوه. ما یک بخشی از اون آلترناتیو خواهیم بود، برنامه‌های خودمون رو داریم و تازه به نظر من
اینجور ذوق زده شدن و پریدن به دامن آقای ترامپ خودش اشتباه سیاسیه. ما چه میدونیم آقای ترامپ چی توی جیبش داره برای آینده ایران؟ پس فردا اگر که ایشون به ایران حمله کرد و زیربنای اقتصادی ایران رو از بین برد، آیا تکلیف ما به عنوان کسانی که از روز اول چهچه و بهبه کردیم چه خواهد بود؟ آقای دکتر نوریالا، شما که پاسخ خودتون رو خود دکتر نوریالا بهتر از من میدونه. خب شما کسی پیشنهاد در واقع فروختن یک نهاد سیاسی و شخصیت سیاسی یا عده شخصیت های سیاسی رو با آقای دونالد ترامپ مطرح نمی کنه. پیشنهادات مشخصی رو برای آزاد شدن ایران و محدوده و خط قرمزهایی رو که برای اپوزیسیون ایران مطرح هست، اگر شما این رو مطرح نکنید چه کسی باید مطرح کنه؟ کدام این گروه ها باید؟ ببینید، ما سخنمون با امریکا در این مرحله این است که مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. امریکا در 8 سال گذشته به ما شر رسانده است. همین که این کار رو متوقف بکنه، همین که مردم ایران بدانند که امریکا از دستگاه حمایت نمی کنه، شما جنبش سبز بزرگتری رو خواهید دید. مردمی خواهند توی خیابونا خواهند آمد که می دونند یک حکومت خارجی روش رو نمی کنه اونور و حمایت نمی کنه از دستگاه. حکومت اسلامی باید به دست مردم ایران ثابت بشه، نه به دست آقای ترامپ. ما با آقای ترامپ چی کار داریم؟ ما فقط میگیم باریکلا که این حرفا رو میزنی. ولی ما اسم ترامپ رو فراموش کنیم جناب نوریالا، اسمش فراموش کنیم. در شرایطی که امروز ما هستیم، جمهوری اسلامی با ادامه دادن خون مردم به شیشه کشیدن میتونه مدت ها به حیات خودش ادامه بده و با سرکوب کردن دنیا هم میتونه بهش بی تفاوت باشه، چون دنیا در پی آزادی ایران نیست، در پی براش فرقی نمیکنه که چه اتفاقی میفته. برای ماست که این قضیه فرق میکنه. ما آیا نمیتونیم در یه حدی کمک بگیریم از نیروهای خارجی؟ کسی اینو نمیگه که منتظر بمبار. خیر آقا، اصلا من که شما گفتید من مخالف ترامپ بودم، مخالف ترامپ امروز هستم و در آینده هم خواهم بود، چون چیز خوبی ازش نمیبینم. ولی یک بحث هست، نمیتونم ندیده بگیرم. او آمده میگه من نگران نقض حقوق بشر در ایرانم، غیره و غیره. خیلی خوب، کمک نکنه به ماها. آیا صدای ما کافیست برای ایستادن مقابل جمهوری اسلامی؟ آیا ما در این دولت‌های خارجی، چه اروپایی چه آمریکایی و حالا آمریکا مورد نظرمون هست، میتونیم زمینه‌های مشترکی رو برای همکاری، برای براندازی این سیستم ببینیم یا خیر ما دوچار همون تنزه طلبی هستیم که تمام قرن بیستم از انقلاب مشروطیت تا امروز ما رو به باد داده؟ ببینید، تنزه طلبی اگر به معنی این باشه که ما دنبال این باشیم که بریم با کسی شریک شیم که میخواد مملکت ایران رو ویران بکنه یا میخواد حکومت نظامی رو به صورت کودتا در اونجا برقرار کنه، دو مرتبه 28 مرداد دیگری برای ایران بخره، به نظر من این منظر طلبی نیست. این واقعیته، به جایی ما نخواهیم رسید. میدونید دکتر خوشحالم با شما این بحث رو میکنم. با آدمی که ظرفیت فکری و سیاسیشو داره این سوال اساسی که منو داره میخوره این روزا مطرح میکنم. ما چطور میتونیم با جهان صحبت کنیم و از خودمون اعتماد به نفس داشته باشیم که خودمون رو نمیفروشیم، بده بسون بکنیم؟ یعنی الان برگردیم به تاریخ. به نظر من مصدق جایگاه تاریخی خودشو داره، ولی قوام السلطنه مرد عمل سیاسیه. ما آیا به قوام السلطنه الان احتیاج داریم یا به مصدق؟ هیچ کدومشون رهبر اپوزیسیون نبودن، اونا در داخل یک حکومت مستقر داشتن کار میکردن. اصلا این مقایسه درست نیست. ما باید با رهبران اپوزیسیون کشورهای دیگه خودمون رو مقایسه بکنیم که چگونه اونا موفق شدن، ما چگونه میتونیم موفق بشیم. به نظر من نه مصدق میتونه مدل ما بشه نه قوام سلطنه. هر دوشون هم الهام بخش ما میتونن باشن از لحاظ اینکه منافع ملی رو در نظر گرفتن. نمیدونم حاکمیت آیا در پیروز شدن نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی توجه جهان غرب به او و بزرگ کردن قضیه و حمایت‌های
اصولی از او موثر نبود؟ 100% موثر بود. بسیار خوب. پس چرا اینو ماندلا رو اینها نساختن؟ ملت نمیگم ساختن. شما رو اونها نساختن. ملت افریقای جنوبی پشتش ایستاد، جهان فهمیدن که این دارای ریشه در ایران هستش. دکتر نوریالا، من صحبت از این که پاپت حسام الدین ببخشید آقای چلبی درست بکنن نیستم. شما میدونید، خودم هم میدونم، شما هم نیستی. ولی ما چرا نمیتونیم برای لانسه کردن این گروه های مختلفی که هستن، همین کنگره تا چه حد با استقبال مواجه شده، تا چه حد نظرخواهی کرده از شما وزارت امور خارجه آمریکا، دفتر کاخ سفید، این که شما 200-300 نفر آدم دور هم جمع میشید، این اتفاق کمی نیست در این شرایط. خب اگر به شما تماس بگیرن شما چیکار میکنید؟ شما سرتون رو برمیگردونید یا سر میز مذاکره میشینید؟ اگر سر میز مذاکره، من از طرف کی نمایندگی دارم که بشینم سر میز مذاکره؟ حزبتون. همون دارم میگم، ما میگیم که آلترناتیو یک حزب نیست، آلترناتیو یک ملغمه از همه نیروهای سیاسی. ما تو اون زمینه داریم کار میکنیم، ما داریم این گفتگو رو پیش میبریم. حالا یهو آقای ترامپ آمده، فضا عوض شده، نمیتونه. اگر آقای ترامپ، جناب دکتر نوریان، اگر آقای ترامپ برای شما یه نامه بنویسن، بله بنویسن، من مطالعه کردم، خوشحال میشم که نظرات شما رو بدونم و بدونم در جهت ایجاد شرایط بهتر ایالات متحده آمریکا چه کمکی میتونه به مردم ایران بکنه، پاسخ شما چیه؟ من همون صحبتی رو خواهم کرد، یعنی حرفی رو خواهم زد که در ابتدای این مصاحبه به شما گفتم. گفتم که اگر نظر منو بخواید من میتونم توضیح بدم، ولی نظر یک جمعی رو که تشکیل نشده و ما داریم دون پاشی میکنیم که بعد تشکیل بشه، من سخنگوش نیستم. آقای ترامپ همیشه میتونه هر کدوم از ماها رو صدا کنه، بگه نظر تو راجع به این قضیه چیه. در غروب روز 29 اکتبر 2017 که اجلاس شما به پایان میرسه، شما ممکنه این قدرت پیدا کنی؟ امیدوارم، چرا نه؟ یعنی به دنبال این هدف هستی؟ 100%. ما میخواهیم پس شما آلترناتیو که واقعی حکومت اسلامی یک آلترناتیو سکولار دموکرات باشه. به همین دلیل هر سال از شخص آقای رضا پهلوی هم دعوت کرده ایم که آقا بیا در این کنگره ها شرکت کن. ایشون به دلایلی خواسته که بیرون بمونه. ولی مثلا من امسال خوشحالم که نه آقای پیرزاده و خانم گلستان و خانم محی‌الدین و این حرف هم به عنوان اعضای شورای ملی دارن میان تو این کنگره. گروه های دیگری هم هستن که قاعدتا باید شما بتونید اونها رو جلب بکنید یا شما جلب اونها بشید و این دایره باید وسیع‌تر بشه. آقای دکتر نوریالا، کار شما بسیار با ارزشه، ولی نکنه بشه نوشدارو بعد از مرگ سهراب. ممکنه، چرا نشه؟ این بستگی به غیرت و همت همه بازی کنندگان این نمایش داره. تنها من که نیستم که. نه، من نوریالا رو میگم. نه من وقتی نوریالا رو میگم یعنی نهاد سکولار دموکراسی که شما پایه‌گذارش هستید. شخص شما هم چون در واقع سخنگو هستید، با شما اینجور دارم رک و بی پرده صحبت میکنم، برای اینکه منم یکی از 80 میلیون ایرانی ام، به هر دخیلی سعی میکنم آویزون بشم، از جمله دخیل شما. کاملا. من دارم میگم که ما یه حزب داریم. حزب در خارج کشور بی‌معنیه. حزب باید در داخل کشور وقتی که حکومت رو قبول کرد، قانون اساسی رو قبول کرد، بره در انتخابات شرکت کنه، بره دولت رو در اختیار بگیره. در خارج از کشور برنامه کار شما، برنامه عملیتون برای تغییر سیستم در ایران و وعده هایی که قاعدتاً باید مردم رو به طرف خودش جلب بکنه، یعنی شما یه مقداری از این پوسته روشنفکری کار رو باید بیارید بیرون، در واقع پایه های فکری رو میذارید، یه مقدار عملگرا و مردمگراتر باشید در بیان نظراتتون تا مردم بدونن اگر شما و دوستان شما بر سر کار اومدید چه چیزی در انتظارشونه. البته اینها، من اعتقادم بر اینه که اینها وظایفی است که یک آلترناتیو باید انجام بده. این آلترناتیو باید به مردم بگه که چیگونه میخواد حکومت بکنه، سیاست خارجی چیه، سیاست داخلیش چیه، اقتصادش چیه. ما به اندازه سهم کوچک خودمون توی اون آلترناتیو تو حزب خودمون داریم راجع به همینا فکر میکنیم. مثلا ما اعتقادمون اینه که اولین وظیفه مبرم یک حکومت
سکولار دموکرات در ایران ایجاد کار برای جوانانه. تا موقعی که جوان ایرانی کار نداشته باشه این ماشین از جا حرکت نمیکنه. تجربه های بسیار متعددی هم ما تو خود سازمان برنامه که بودیم اونجا جمع کرده بودیم راجع به اینکه چگونه شما نگاه کنید در سال 1900 مثلا 35 توی امریکا چه وضعیتی بود، چه همه ماشین اقتصاد خابیده بود و اینا چگونه تونستن قد علم بکنن. الان توی این شهر عرض کنم که دنوری که من زندگی میکنم شما از هر سوش به هر سوی دیگه که بخوام برین میتونین با دوچرخه از بین جنگل رد شین، در حالی که این یه شهره. اینها رو جوانان امریکای اون روز آمدند و نمیدونم رودخونه درست کردن، جاده درست کردن، همه کارهای دیگه. شما تا موقعی که جمعیت جوان ایران رو قادر نکنید که تحصیل بکنه، ازدواج بکنه، خونه پیدا کنه، اصلا هیچ کار دیگه نمیتونید انجام بدید. بنابراین از نظر من یک حکومت سکولار دموکرات چند تا کار رو بلافاصله باید انجام بده. نخست لغو همه تبعیض‌هایی که ناشی از یک حکومت مذهبی هستش، بین شیعه و سنی، بین زن و مرد و غیره و غیره. این باید هر چه زودتر لغو بشه. به نظر من باید به مردم ایران اجازه داده بشه که شهرها و استانهای خودشون رو خودشون اداره کنن، انتخابات خودشون رو داشته باشن و در این حال تا می شود این ثروتی رو که باقی گذاشتن، هنوز گاز و نمیدونم نفت و غیره داریم، باید برای ایجاد کار، برای واحدهای کارساز عرض کنم که به کار ببریم. به نظر من اینجوری جامعه قد علم میکنه و میتونه اون وقت رو پای خودش حرکت بکنه. آیدتون نیلاب، امیدوارم که وقتی از کنگرهتون برمیگردید در 29 اکتبر باز هم با من صحبت بکنید. امان از این که برگردید دکتر نوری‌آلا، بدونی که یه پیامی که آدمای در سطح متوسط درک من اون رو بفهمن داشته باشید. اون مصاحبه بسیار جالانه خواهد بود با جناب عالی، چون من فکر میکنم از شما، از گروهتون و همه گروه هایی که دست اندر کارن این انتظار میره، واقعا این انتظار میره که این موتور رو با کمک همدیگه بدون حذف هیچ بخشی، حتی بدون حذف، چون شما میگید سلطنت جایی نداره، ولی به نظر من سلطنت جایی نداره. من گفتم سلطنت، پادشاهی نگفتم. بله، مشروطه پادشاهی جا ممکنه داشته باشه در ایران. بنابراین اگر بعضی نیروها به سوی شما نمیان، شما باید به سویشون برید. این شاید یکی از دستاوردهای این کنگره باشه. به هر حال من فکر میکنم آقای فرزنده، این کنگره یک اتفاق بیشبیهی هستش توی تاریخ معاصر ما. کجا شما دیدید که دشمنانی که به سوی هم پنجه میکشیدن آمده نشستن و میخوام راجع به ایران صحبت بکنم با هم دیگه؟ امیدوارم شما اون شعر معروف هستش میگه که ما همه کردیم کار خیش را، تو همه خواجه بجنبان ریش را. اونهایی که میان شرکت میکنند و شما باید بیایید اینجا. شما وظیفتون اینه که از این درهی که بین فعالان سیاسی و این جمعیت وسیع خارج کشور و داخل کشور وجود داره رو رسانه ها باید پر بکنن، باید بیان محاکمه بکنن آدمایی رو که راست ها میدن، میگن ما خیلی فعال سیاسی هستیم، راجع به ایران اینطوریم، ما پتانسیل رئیس جمهور شدن داریم، ولی حاضر نیستن پاسخگوی هیچ کدوم این حرفو باشن. از شما بسیار سپاسگزارم برای شرکت در این برنامه. از امیر درخشان ممنون هستم به خاطر کارگردانی خوب و دقیق برنامه که انجام داد. از شما بینندگان عزیز به خاطر صبر و حوصلتون بسیار سپاسگزارم. برنامه فردای من ساعت 7 شب دوشنبه پخش میشه و امیدوار هستم که به اون برنامه هم توجه بفرمایید. هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار بکام.